سلام، با ویدیوی دیگر همراه باشید. انجمنهای حقوق بشری اطلاعات پناهجویان مسون بمانند. چند سازمان حامی حقوق بشر از حکومت آلمان می‌خواهند که داده‌های پناهجویان را محفوظ نگه دارد. آنان هشدار می‌دهند دسترسی به این معلومات می‌تواند که پناهجویان و نزدیکان آن را در کشور مبدأشان متأثر کند. سازمان حامی پناهجویان پروزول، انجمن شجاعت دیجیتالی و شوراهای پناهجویان در آلمان از حکومت فدرال این کشور خواستند که از داده‌های درج شده پناهجویان در اداره مرکزی ثبت و راجستر شهروندان خارجی را محافظت کند. این انجمن‌ها گفتند که روی پیشنویس قانون مربوطه باید تجدید نظر گردد. بر اساس اطلاعات موجود، حدود 16,000 مؤسسه و 150,000 نفر به داده‌های اداره مرکزی راجستر و ثبت خارجی‌ها دسترسی دارند. در این اداره تا حدود اطلاعات کاملا شخصی پناهجویان چون گرایش جنسی، تعلقات دینی و دیدگاه‌های سیاسی درج گردیده است. ادارات که به این داده‌های پناهجویان دسترسی دارند شامل دفاتر رفاه اجتماعی، اداره سوسیال، ادارات امور شهروندان خارجی، اداره گمرک، مراکز کاریابی، پلیس، سارنوالی‌های عمومی و نمایندگی‌های دیپلماتیک آلمان در خارج از کشور می‌باشند. بر اساس اطلاعات سازمان حامی پناهجویان پروزول، قسمت بزرگی از این ادارات می توانند در آینده به پرونده های پناهندگی افراد نیز دسترسی داشته باشند. آندرا گوتن از سازمان پروزول هشدار داد و می گوید که این یک تحول بسیار خطرناک است که می تواند دروازه ها را برای سوء استفاده باز کند. او در ادامه افزود که شمار زیادی به این داده ها دسترسی کنترل ناشده دارند و این خطر وجود دارد که کشورهای مبدأ این اطلاعات را دریافت کنند و فرد متأثر و یا خانواده اش که در آن کشورهاست مورد آزار و اذیت حکومت‌هایشان قرار گیرند. به عنوان مثال گفته می‌شود که در اداره مرکزی ذخیره اسناد می‌توان به داده‌های مثلا جواب اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی، تصمیمات محاکم و اسناد مربوط به هویت افراد دسترسی داشت. کوتن توضیح می‌دهد که این امر به میزان قابل توجهی حمله بر حقوق افراد آسیب دیده مبنی بر حفاظت از زندگی خصوصی و حق اساسیشان است. علاوه بر این گفته می‌شود که در پیشنویس این قانون روش‌های مؤثری وجود ندارد که در آن افراد متأثر از این امر زمینه کنترل بر داده‌هایشان را داشته باشند. این مسئله قبلاً از جانب شماری از سازمان‌های خیریه کلیسایی نیز شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته بود. حکومت آلمان می‌خواهد داده‌های بیشتری را راجع به شهروندان خارجی به صورت مرکزی ذخیره کند. قرار است در آینده پاسخ‌ها به داده‌های پناهندگی، کارت‌های شناسایی که اسکن شدند و دیگر اسناد شهروندان خارجی که در آلمان زندگی می‌کنند به صورت مرکزی ذخیره شود. کابینه حکومت فدرال مصوبه قانونی مربوطه را تصویب کرد. امروز با داده‌های بایومتریک در کارت‌های شناسایی پناهجویان دیگر امکان این وجود ندارد که آنها در دو مکان مختلف و با نام‌های متفاوت راجستر شوند. اما با وجود این، از نظر حکومت برخی روندهای اداری نیز باید بهبود یابند. بر اساس قانونی که توسط کابینه حکومت آلمان فدرال روز چهارشنبه 24 فوریه 2021 تصویب شد، نهادهای حکومتی فدرال، ایالات و شهرداری‌ها باید در آینده از طریق دفتر مرکزی ثبت مشخصات شهروندان خارجی به هر گونه سند مورد نیاز دسترسی داشته باشند. و این ترتیب قرار است در آینده پاسخ‌ها به درخواست‌های پناهندگی، کارت‌های شناسایی اسکن شده و دیگر اسناد شهروندان خارجی که در آلمان مقیم هستند به صورت مرکزی ذخیره شود. در این صورت شهروندان خارجی که به ادارات مختلف مراجعه می‌کنند مجبور نیستند هر بار اطلاعات لازم را دوباره ارائه کنند. در صورت کوچکشی به یک ناحیه دیگر و مراجعه به یک اداره دیگر، شهروندان خارجی نیاز به ثبت مجدد مشخصات و اطلاعات نخواهند داشت. اما منتقدان میگویند فکر نمی‌کنند که اصلاح قانون ذخیره مشخصات شهروندان خارجی تأثیر مطلوب را داشته باشد. آنها به خطر سوء استفاده از داده‌های اشاره می‌کنند که به صورت مرکزی ثبت شده است و اینکه روند حذف برخی از داده‌های اشتباه، به طور مثال املای متفاوت نام‌ها یا عدم ثبت موارد خروج از کشور، هنوز به پایان نرسیده است. اولا یلپکه، سخنگوی جناح حزب چپ آلمان در زمینه سیاست داخلی گفت اینکه دفتر مرکزی ثبت مشخصات شهروندان خارجی به یک مرکز عظیم داده‌های اطلاعاتی اداراتی تبدیل شود که مسئول رسیدگی به امور اتباع خارجی هستند، کاری است غیر ضروری و خطرناک. در حالی که با روند دیجیتالی کردن این فرصت وجود دارد که میزان بسیار کمتری از داده ها را به صورت مرکزی ثبت کرد. هر شهروند خارجی که در آلمان زندگی می کند، در صورت که بخواهد بداند چه داده هایی راجع به او در دفتر مرکزی ثبت مشخصات شهروندان خارجی درج شده است، می تواند برای کسب اطلاعات در این زمینه به صورت کتبی درخواست بدهد. از همراهیتان سپاسگزاریم.